بیت خامنه ای رأس فساد است و بحران اقتصادی از آنجا سرچشمه می گیرد. این مضمون گفتگوی دکتر حسن هاشمیان با تلویزیون الاخباری است. خاصتاً هناك كانت خطط له أولاً أراد أن يدمج الاقتصاد الإيراني مع الاقتصاد العالمي. حسن هاشمیان. حسن روحانی مدعی بود که می‌خواهد اقتصاد ایران را با اقتصاد جهانی پیوند دهد و با فساد به ویژه با نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران مبارزه کند، اما این گونه نشد. در ایران نهادهای عجیب و غریب اقتصادی وجود دارد. 36,000 نهاد مختلف که اغلب مذهبی هستند در این زمینه فعالیت می‌کنند. اینها با بودجه دولتی عمل می‌کنند و هیچ نهادی بر آنها نظارت ندارد و مالیات هم نمی‌دهند. الاخباریه. از نظر شما رژیم ایران بعد از سقوط ریال در مقابل دلار و بیرون رفتن شرکت‌های خارجی از ایران چه برخوردی خواهند کرد؟ حسن هاشمیان. ليس لديه خطه اساسيه الموضوع يرجع ان الاقتصاد الايراني اقتصاد ضعيف مليء في الفساد والرشوات. این رژیم طرح مشخصی ندارد. موضوع این است که اقتصاد ایران اقتصادی ضعیف و پر از فساد و رشوه‌خواری است. همچنین این رژیم می‌خواهد با جهان مقابله کند. طرح‌های تروریستی‌اش را در منطقه و جهان نیز دارد. به این دلیل هیچ راه حلی ندارد مگر اینکه قبول کند به صورت مسالمت‌آمیز با همسایگانش و کشورهای جهان زندگی کند و قوانین و معاهدات بین‌المللی را قبول کند. رژیم ایران نمی‌خواهد از حمایت از تروریسم دست بردارد. به این دلیل هیچ راهی در مقابل این رژیم وجود ندارد مگر دست برداشتن از تمامی این سیاست‌های ویران کننده. مشکل مسعود کرباسیان نیست. مشکل فساد داخلی رژیم ولایت فقیه و بیت علی خامنه‌ای و کسانی است که مرتبط با او هستند. در سراسر کشور فساد جاری شده و رأس فساد علی خامنه‌ای است.